أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عرض ادب احترام صبح بخیر خدمت شما تسلیت عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم بابت حوادث اخیر و عده‌ای از هموطنانمون از دست دادیم خب ما جلسه قبل به این بخش رسیدیم که اشاره‌ای بود به حضرت هارون و عرض کرده بودیم پیشتر که امام صادق علیه السلام در دعای ندبه فرازهایی رو انتخاب کرده که یک ربط ویژه با اهل بیت دارن، یعنی اگر ماجرای حضرت موسی رو ایشون نقل میکنن، یعنی اگر از من و شما میپرسیدن که یک اشاره به موسی علیه السلام بکن، ما حتما ماجرای عصای اژدها شدن رو قرار میدادیم و نمیدونم دریا شکافته شدن و اینها. اونطور ایشون اون تکلمی که از توی درخت با حضرت موسی صورت گرفت رو مبنا قرار دادن و اشارش هم صورت گرفت و اینکه برادرش را وزیر و جانشین او قرار داد. وزیر اصلا در زبان عربی یعنی کسی که زیر وزر میره، وزر یعنی بار، یعنی باید بار حکومتی رو به دوش بکشه، اصل کار گردن اوست، سختی کار گردن اوست. یادم همینطور بوده، کسی که شاه بوده خیلی درگیر مسائل اجرایی نمیشده، اون کسی که درگیر اجرا بوده وزیر بوده. مثل این که ما بگیم دستگاه اجرایی، دولت، اینطور. و باید کسی که تو این جریان توی همچین جایگاهی قرار میگیره تحمل داشته باشه، صبر فراوان، شرح صدر و این لطف خدا به اوست. عرض کردیم و من یرد الله ان یهدیه، اگه خدا بخواد یه نفر رو هدایت بکنه، یشرح صدره للاسلام، شرح صدرش وجود تحملش میره بالا. بعضی از ماها هست بابت فوش خوردن پیش رفیقمون شرح صدر رو داریم، رفیقمون فوش بده ناراحت نمیشه، اما للاسلام نیست، برای اسلام یه تارمون برابر بشه داد بیدادم بلند میشه. سختی یه جای دیگر میپذیریم، این طرف نمیپذیریم. خب این را هر کسی نمیدن، حتما بهش باید لطف بشه و روح او برای پذیرش همچه مسئله ای آماده بشه. عرض کردیم در اکثر موارد این بار سنگین بر دوش امیرالمومنین قرار گرفت. پیامبر برای تنزیل جنگید، نزول قرآن، امیرالمومنین برای تحویل. پیامبر با کافر جنگید، امیرالمومنین با منافق. همین الان شما میبینید تمام این بچه ها، این افراد دوست دارن صد بار جلوی تکفیری و آمریکایی و اسرائیلی بجنگن، اما وقتی طرف مقابلت هموطنته چقدر کار سخت میشه، چقدر پیچیده میشه. امیرالمومنین 3 جنگ داشته، همش با مسلمان ها، همه با مسلمان. که اینو فکر بکنیم، یک کسی در کوفه نبود عزادار نباشه. به محض اینکه امیرالمومنین به قدرت رسید 3 جنگ بهشون تحمیل شد. جمل و صفین و نهروان و حضرت تازه داشت آماده میشد برای جنگ 4 که ترورش کرده نشد، شهادت رسوند. بالاخره جمعیت اون موقع جمعیت الان نیست. عددهایی که میگن حالا بعضیشو بزرگ نمایی کردن که بگن در دوران علی کشت و کشتار زیاد شد، تاریک نشون بدن اون بخش از تاریخ رو که سیاست ورزانه نبوده. اما خب مثلا 100,000 میگن خیلی عدد بزرگی برای جمعیت اون موقع.
این کسی نبود ناله نکنه دیگه. هر کوچه پس کوچه کوفه صدای گریه بلند بود. شما ببینید در کشور ما یک نفر از دنیا میره، یک نفر. این کل مملکت دارن هشتگ میزنن آه امروز مثلا در فلان شهر ایران یه همچین اتفاقی افتاد و حالا دنبال مقصرش میگردن. شما فکر کنید مثلا صدها نفر. این خیلی شرایط خاص و پیچیده میکنه. پس این کسایی که میگن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، بدونن بعضن خدا یک دهم چیزی که اون موقع بودرم، یک صدام اون چیزی که اون موقع بودرم برای ما شبیه سازی و سیمیلیت نکرده. خیلی نکته مهمی ها، باید خودمون رو تو اون شرایط قرار بدیم. خب این بار به دوش امیرالمومنین قرار گرفت و سختی کار. کار سختی هم هست چون در ادامه فرمود انقذ ظهرک، که کمرتو میشکند. این کار حتما خوشنامی میخواد. و رفعنا لک ذکرک، اگر میگه تو محمد امین نمی بودی انقدر ساده تو رو نمیپذیرفتن. برای همین همانطور که این مسئله مانیفست تبلیغه، برای دشمن هم راهه. میگه اگر یک کسی رو دیدید میخواد با مردم ارتباط بگیره، کار تبلیغی بکنه، نذارید اسمش بره بالا. دشمن چیکار میکنه؟ اول اجازه نقل اسم او رو نمیده، بایکوت خبری میکنه، بایکوت رسانه‌ای میکنه. بعد که دیگه اسمش تو گوشه‌های این طرف اون طرف شنیده بشه، تهمت میزنه، تمسخر میکنه، دروغ میبنده. به پیامبر میگفتن مجنونه، شاعره، جادوگره. زنی رو اجیر کردن تو وسط سخنرانی حضرت موسی بلند بشه و نسبت زنا به او بده. شروع میکنه از این کارا کردن. یعنی این را این همونطور که عرض کردم این طرف مسیر داره ما میگه که امر تبلیغ حتما در خوشنامی لازم داره، چون مردم حرفو بشنون، اون فردی که داره حرف میزنه رو بپذیرن. یک عده در کشور ما همین ابتدایات هم نمیفهمن. میگه خب شما با این حرفی که زدی که دیگه اصلا کسی حرفتو گوش نمیده که. من نمیخوام حرفتو گوش بدن. دیگه کسی گوش نمیده که. این یه ایراده، یه دیگه هم که نه، برای اینکه به حرفشون گوش بدن هر کاری میکنن دیگه. فردا بگن مردم دوست دارن یه نفر رو دستاش راه بره سخنرانی کنه. میری بنده خدا داره رو دستاش راه میره سخنرانی میکنه. آقا الان ملت میپسندن مثلا شما تو امان مثلا یه سیب برداری با یه بوزی با هم دیگه، یه گاز بدی بوزه بزنه، یه گاز خودت بخور. یه دید اتفاق افتاد. موارد مشابه بودا. خب این دو سر اشتباه دیگه، دو سر افراط و تفریط. این مقبولیت عنصر مهمیه. من اینجا یه نکته کم راجع به این صحبت کنم. به انبیاء الهی شروع امر تبلیغشون آدمای مقبولی هن عموماً. یعنی پیامبر سرش قسم میخوردن، حضرت موسی منتظرش بودن، بهشون وعده داده شده بود که همچین کسی خواهد اومد. چون رفتارهاشون خیلی خوب بود با مردم، احترام میگذاشتن مردم، مردم عاشقشون بودن، بدی ندیده بودن ازشون. سران کفر و استکبار بود که مردم جلوی اینا مینداختن با همین حمله های رسانه‌ای و وحشت. ذاتن برادر من یک چیز مشروع مقبوله. اینو بارها عرض کردیم، یک چیز مشروع مقبوله چون فطریه. آقا امانت داری مقبوله، عدالت مقبوله، این خواسته فطرت ماست. یعنی یک آدم مؤمن اگر درست زندگی کنه، مؤمنانه زندگی بکنه،
محبوب مردم میشه، مردمش حال میکنن. یه چیز غیر فطری محجوره، دور از فطرت مردمه. قرآن میفرماد حبب الیکم الایمان، ما ایمان رو محبوب شماها قرار دادیم. و زینه فی قلوبکم، تو دلای شما تزیین شده است این. و کره الیکم الکفر الفسوق والعصیان، ذاتن هم مکروه میدارید، بدتون میاد، کراهت دارید از فسخ و این چیزا، بدتون میاد. یک آدم جنایتکار هم دوست داره باشه عادلانه برخورد بشه و باید بشه. مواد فروشه پول موادو گرفته، پلیس همون لحظه میخواد بیاد بگیردش، میگه من که میگیرم، بذار پولامو بدم میشه رفیقاش، به کی میده؟ به اونی که امانت داره. دزدم دنبال امانت داره، میگه فلانی میپیچونه، ولش کن بابا بدیم به یکی. این با مرامه. دو قطبی ساختن تو کشور، مقبولیت یا مشروعیت. کنار ما 20 و چند تا دو قطبی تو کشورمون ساخته شده که پشت تمام اینا دستگاه رسانه‌ای دشمن این دو قطبی‌ها رو می‌سازه، که یا این یا اون، یا خربوزه یا هندوانه، هر دوانه. چرا این حتما باید انتخاب کنم؟ این جبر رو کی قرار داده؟ می شود مشروع بود، مقبول بود. سید حسن نصرالله تو لبنان دوستش دارن. کیا؟ مسیحی‌ها. میگن چی؟ میگن این آدم ما ازش دروغ نشنیدیم. ما از این آدم جهاد دیدیم بر دفاع از کشورمون. باشه اون مسلمان شیعه است، من مسیحی‌ام، من دو روزی هم اینو در قبولش دارم. دفاع از وطن، جهاد مشروع، مقبول هم هست. همه ما احترام قائلیم برای کسایی که دفاع از حریم و ناموس و کشورشون رفتن جون دادن. خود همون هم فیلم میسازن. فیلم جنگی که دارن میسازن باید چیه؟ کسی که جان میده برای افراد دیگه، این به ذات زیباست، ایثار زیباست. ما آدم های ایثارگر رو دوست داریم. کسایی که حرکت های عدالت خواهانه دارن دوست داریم، محبوبن، ولو انحرافاتی هم داشته باشن. در اصل میگیم این آدم خوب بود، نسبت به بقیه بهتر بود. دهه ها گذشته هنوز هم مثلا یه دی روی تیشرت هاشون اکسا چه گوارا میزنن، یعنی آقا این اینا حرکت های زده امپریالیستی داشتن، استعمار بده، استکبار بده. هیچ کس از آدم مغرور خوشش نمیاد، هیچ کس. اینا باید ما بفهمیم آقا حرکت تبلیغی محبوبیت میخواد، مقبولیت. بی خود که نباید بری دشمن تراشی کنی که. فهم این مسئله، توازن این و تعادل این خودش اصله، یعنی مهمترین مسئله تبلیغه. اما این که برای جذب به هر دری بزنی، این انحرافه. تو میشی خود پدر فساد و توهم اینو داری که داری اصلاح انجام میدی. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، یه میشه لطفا فساد نکنین، یه نمادم اصلاح میکنیم. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی خود بابای فسادن، شعورشون نمیکشه، نمیفهمن، احساس نمیکنن، تنظیماتشون به هم ریخته. اهل بیت محبوب بودن تو جامعه، این خیلی ها رو میترسوند.
گفت آقا شاه کلی دورباش کورباش فلان بدید، میخواست خلیفه بره حج. یوهی تو اونجا دید، فکر کنم ورید ابن عبدالملک داشته باشه، دید یا آقای اومد لاغر، امام سجاد خیلی نحیف بودن، گفتی همه براش رفتن کنار، به حدی محبوب بودن که یه کسی مثل مأمون مجبور میشه به زور امام رضا علیه السلام بیاره تو کابینه خودش که رأی داشته باشه کابینش. رأی به معنی که یعنی مقبول جامعه باشه. سامری تو جامعه منحرف بنی اسرائیل مقبوله، بر همین نمیتونن اعدامش کنن، فقط میگن لامساس، تو در تماس با بقیه نباشی، حصرش کردن. مثلا میگن یه بیماری گرفت که بوگن میداد مردم بهش نزدیک نمیشدن، و انت تقول لامساس، تماسی نباید باشه. در سیره اهل بیت فراوان داریم، مخصوصا در دوران حکومت امیرالمومنین، که مثلا یه موج عمومی را میافتاد، مردم چی میگفتن؟ حضرت توجه میکرد به اون. صراحت داریم، میگه بین اون اقبال عمومی و حرف خواص جامعه اقبال عمومی رو مبنا قرار بده. اونطور نه که گناه باشه ها، دقت بفهم همین فهمش به همین سادگی. اهم و مهم متوجه بشی تو جامعه. در ادامه فرمود، گفت وحل العقده من لسان یفقه قولی، گفت این گره زبون منو برطرف کن، یفقه قولی، بفهمن حرفمو. ببین بشنون نه، بدانن نه، یفقه، نمیگه عالم، یه فقیه فرق داره، یه دوزاریشون بیفته، اصل حرف منو بگیرن. توجه بکنن. بعضی ما خیلی وقتا میشنویم اما توجه نداریم به اون. بگیرن اصل مطلب من چیه، حرف من چیه. در مورد اینکه وحل و لغدت هم لسانی چی بود، خب اونا هم یه چیزایی گفتن، اینور نقل قول هست، حالا براتون میگم این بخشایی هم یه تا یه جایی میتونم باز بکنم، بیشتر از این نمیشه این چیزی پیش رو عرض خواهم کرد. اینا هم همینجوری دیگه، هر کی گرفت گرفت دیگه. ابن عباس میگه ان فی لسان موسی رتتون، رته با ت دو نقطه، میگه تو زبان موسی گیری بود. حالا نقلای هست میگه این بچه که بود یه کارایی کرد فرعون رو آره تا لب مرز مرگم یکی دو بار برد، کارایی میکرد بچه. این فرعون شک میکرد از چه، این همون بچه هست که وعده داده شده، جان خودم این همونه، ما همه رو کشتیم هم یه دونه رو نکشتیم. خدا هم اینو به شما بگم، میدونی چرا نکشتش؟ آیه قرآنه، میگه ما محبت تو رو تو دل فرعون انداختیم، دوستش داشت، پس دلها دست کیه؟ خداست. دوچار توهم نشی، فکر کن دستان تو، تو رابطه تو با خدا اصلاح کن، خدا رابطه مردم رو با تو اصلاح کن. آن نمونش حاج قاسم، تو تمام نظرسنجی از با فاصله از بقیه بالاتر بود. ما این جلسات میرفتیم، یه آقای ظریف یه جا تو اون مصاحبه که ازش درس کرد یواشکی اومد بیرون هست دیگه، میگه آقا اون میدان، اون میدان و من دیپلماسی هم و فلان و بهمان و تو نظر سنجام از من بالاتر بود. یه مثلا ظریف محبوب ترین فرد دولت بود دیگه. تو رابطه خودتو به خدا اصلاح کن، دلها دست اوست، ولو دل فرعون باشه. باشه یه بار بارعام داده بود روی صندلیش نشسته بود دیگه، مثلا 4-5 ساله شده بود، موسی بغل بازی میکرد، پله 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 همینجوری مثلا 10-20 پله پایین بالا نشسته، اومد همینجوری رد میشه، کم به فرعون نگاه کرد و کم اونی که داشت حرف زد نگاه کرد، صندلی اون که یه لحظه از زیر
پایه جلوی صندلی شکست با کله 20 پله رفت پایین منو خود. یه بولم شو گفت این یه بوایه میبرد. میگن بعد اینا میگن نقله. میگن بچه بود خواست تست کنه گفت از کجا من اون بچه نباشه. بعدش خود زغال آوردن باد زدن قرمز شد سرخ شد. اینورم لعل و یاقوت گذاشتن. گفت اون درخشنده تر اون زغال. اگه نه اون بچه معمولی باشه میره سراغ اون. اگر نه یه قصه دیگه داشته باشه میره این طرف. موسی هم گذاشتن 14 دست و پا صاف رفت سراغ لعل و یاقوت و نات. میگن اونجا یه فرشته اینو چرخون گفت این وری برو والله خودتو به کشتن میدی. میرم نقله میگم نی. بردش این طرف دست زد به زغاله. دستش سوخت یه تیکه از زغال به دستش چسبید برد تو دهنش زبونش سوخت. برای همین یه گرهی میگن در زبانشون بود. اینطور میگن. رتتون. خودش هم اینو میدونه میگه وحلل عقدتا من لسانی. این گره زبونی منو بگیر. یفقه قولی. و جالب اینجاست وقتی وزیری میخواد در اشاراتش میگه همین هارون رو برای من قرار بده میگه هو افصح مني. اون از من فصیح‌تر حرف میزنه. به حد این شباهت و این شباهت عجیب غریب نعل به نعل موجوده که بروز دقت بفرمایید بروز فصاحت در امیرالمومنین از 5 بار بیشتره. بروز ظهورش بیشتره. یعنی الان همه دعوا اون بنده خدا اون جرجرداگ مسیحی که اصلا فرقی بین پیامبر و امیرالمومنین نمیبینه وقتی میخواد بیاد میره سراغ نهج البلاغه. تازه نهج البلاغه که میدونی که امیرالمومنین ننوشته که نشستن این خطبه های بلیغ امیرالمومنین جمع کرد یه تعدادش کلیش هست که اصلا جمع نشده. بخش هایی هم هست الله یه روز فرصت بشه مثلا میشه اشاراتی که مثلا این تیکه مال امیرالمومنین نیست به اشتباه جمع آوری شده. جوری بود که اگر یه کسی یه شعر عجیب غریب یه گوشه‌ای میخوند یه جای خیلی قشنگ بود میگفتن احتمالا مال علیه. تو تاریخ میگفتن این احتمالا مال علی باشه. این کلام کلام علی ابن ابی طالب اصلا بینه نهج البلاغه بخونه دارم تعجب میکنین عباراتو میده و تازه من و تو که عرب نیستیم. به حدی زیبا مسجع واقعا فوق کلام مخلوقه و دون کلام خالق بالاتر از مخلوق کمتر از خالق. یک نکته اینجا یعنی اینو میگن آقا حضرت موسی سینوشینش میزد و برای همینه که یهودیان سه و شه تلفظ میکنن. یعنی اینا این از پیامبرشون یاد گرفتن. مثلا موشه به خود موسی میگن. اینجا این نکته ظریفی هست در حوزه بحث زبانشناسی در قرآن. اینکه خدا کسی اسمی رو گذاشته باشه استفاده میکنه. لج نداره میگه اسمش همینه. ببینید؟ اسمش همین استفاده میکنه. خود موسی مثلا یعنی چی؟ موسی از آب گرفته شده. و فرعون از آب گرفته شده توش گوش از آب گرفته شده. مثل سرخپوستا اینو اسم میذاشتن. ایستاده با مشت نمیدونم جنگیده با ابر. گو از آب گرفته شده. این کلمه مو همون ما ماه. که از شامات در زمانی که هیکسوس های آسیایی حمله می کنن به مصر وارد اون منطقه شده بود. موسی. خب خور یعنی چی؟ من بخوام یه اسم بزنم اسمشو عوض کنیم موسی چیه؟ موسی از آب گرفته شده. یه اسم دیگه بگیم ما. نه خب اسمش موسی است میگم موسی. ابلیس اصلا عربی نیست. خدا میگه مشکلی نداره باش ابلیس. شما بفهم من کیو دارم میگم. این گیروگور رو من و تو داریم. اینو خدا نده. چرا خداوند متعال نه؟ خب اسم این پیامبر باید بریم ببینیم مردمش چی تلفظ میکنن دیگه. درسته؟ مردم اونا میگن موشه.
تمام یهود تورات همه میگن موشه. چرا خود اینجا نمیگن موشه؟ شین ملد نیست؟ عربا شه ندارن مثلا؟ گچپجه؟ نه، میگه این اشتباه ایناست. او موساست. اور در زبان اکدی میان رودان، اور یعنی شهر، مثل گفتم اورمیا، ارومیه، چون دریاچه داشت اونجا. اور بعل، اربیل، شهر خدای بعل. اور شلم، شهر سلامت، امنیت، عربیش میشه دار السلام. به سلیمان میگن شالمان. خیلی زیاد سینا رو عموما شین تلفظ میکن. شالوم، بله سلامشون شالومه. خب خدا اینجا میگه نه موسا، شما اشتباه کرد. اون دیگه سینه شین میزده، قرار نشده که تو هر چی کار میکنم بگیری که. یا خدا، خب به هارون گوش میدادید؟ خودش هم گفت هو افسه منی، ارجاع به هارون بود. نکته مهمی ها اینجا. خدا یه چیزی، حالا به تا یه حدی میتونم بگم، بیشتر نمیتونم بگم. خدا اینجا تو قرآن برای اینا یه کری میخونه، برای یهود میگه شما الکنید، حروفتون درست نیست. چون علم الحروف نزد یهود بسیار جدی است، علم ابجد بسیار جدی است، مبنایی ها، یعنی کلماتی که ابجدشون یکی هست اینجا هم استفاده میکنن. این فقط کافیه، مثلا کلماتی که ابجدش با یهوه یکی باشه. اینجا خدا پیامبر رو در قرآن اینطور بگیم، یک حرف و اسم رمز قرار میده در قرآن، اونم سین. در مقابل چیه؟ همون بخشی که شما مشکل دارید، ده سر توپاش فوش به ایناست. یعنی هر جوری از هر وجهی وارد میشه یه فوشی میزنه بیرون به اینا. خواصی داره این حروف. حالا من گفتم نمیتونم خیلی وارد این بحثو بشم، نه جاش و نه اصلا صلاح. حروف خواصی دارن، ببخش اینجا میگم مثلا قوله، حرف که تو عموم زبانهای دنیا فوشه، عموم زبانهای دنیا که هر عمومن دارن، رکیک اسمشو شمیدی، اصلا زبان هندو اروپایی یه طرف، اصلا زبان آلتایی اورخانی مثلا ترکی یه طرف، زبان نمیشه که هر رو دارن، حرف رکیکه. من نخوندم، جای شنیدم فروید این حرفو زده، من نخوندم، از یه زبانشناس شنیدم که فروید هم همچین حرفی رو زده. اصلا این ذات این حرفه که خالید میکنه، تو عصبانی فوش میدی دیگه، با این خالی میشی. مثلا بکنم قاطی کردی عصبانی، ای فرو مایه. این خالید نمیکنه این اصلا. یارو همونجوری میزنه زیر خنده، مثلا میشه فرومایی وسط دعوا قطع میشه، یارو می دمت گرم داداش چقدر بامزه ای تو، ما هم دعوایی نداریم، میره. خوب دقت کن، حرف سین هم خواص خودشو داره. سین حرف انتقال، تیزیه، تندیه. چه شما توی سرعت عربی ببینید، توی اسپید انگلیسی ببینید، عمدن دو تا زبان، دو شاخه مختلف، دو ریشه، و اصلا میدید که این زبان ها سوری آرامی هن، اون هندو روپایی، اصلا دو تا دنیای متفاوت. اون التصاقی، این خدمت شما عرض بکنم اشتقاقیه، اینا 70-80 تا وزن دارن، ریشه رو میگیرن میچپونن اون تو، این کارخونه قالب تون تون میتونم میبین بیرون، یه فاعل دارن، حالا میخواد کاتب، راتب، هر چیزی باشه، همینجا میاد بیرون. نه زبان هندو روپایی اصلا چیز دیگه است، قصه دیگه داره. توی دعوایی که این پانها با هم دیگه دارن، اراجیف توزیع زبان شناسی فراوان است.
یک مزخرفاتی باز موقع میشنوی که شاخ در میاری، مرغ پخته تو زود پس خندش میگیره. خیلی عجیب غریب. میخوام بگم اینو یه چیزی شنیدی، پست نمیدونم اینستاگرامی دیدید و نمیدونم چرت و پرت. حرف اصلا توی این سرعت میگه آقای سه سود بول بلند شو اینجا. سینو نشونه سرعت میدونی، خود شما میدونی. حرف انتقال هم هست. بس بس. حرفه سپیک، سخن، صحبت. درسته ما اینجا صحبت با ساده، اما این بدونید اینا گونه های سه هن دیگه. یک، دو، ما که تو فارسی صحبت رو نمیگیم صحبه، این صحبت یعنی سین تلفظش میکنی تو صحبت کنی کنی. تلفظ مهمه ها، شکل حرف حالا قراردادیه. ما سه و مثلا اینجوری مینویسیم، اونا اینجوری مینویسن انگلیسی. حرف رازآلودگیه، پنهانیه، مثل سر، اسرار، سیکرت. اون طرف ساواک، موساد، CIA، MI6، الان ساس، کاگبه هم میگیم نمیشه از ببین وسوسه. این اگر شما این اون کسی که میخوان خلق لغت کنن، این خواص حروف رو باید بدونن. گفتم مثلا شما آ نماد بلندیه، آسمان، خدا، گاد، الله. این زبانهای مختلف چون نماد بزرگی بلندیه. پایانه، ترمینال رو زمینی اونجا کجا میگردی؟ اسکا فضایی زدیم اگه اینا رو نمیدونن. ریشه‌ای بلدن، چهار تا سیم میشن کنار هم دیگه، به این بخش دقت نمیکنن. من یه بار یکی از فحول اینا رو جایی دیدم، بهش گفتم، گفتم چجوری اسم گذاشتنه؟ مثلا شه، نه اون درازاویز زینتی چیزه، جوکه، شوخی کردم، عزتش میگردم. خب داریم حالا مثلا دیگه، من نمیخوام بگم، برای همین نمیگیره. اما ببین نگاه کن، هواپیما با اینکه طولانیه میگیره چون بالاست، تو هم آ داشته باشه میگی. اینا خیلی مهمه، دقت کنید. مثلا حرف شین با آب گره خورده است. هر چیزی که به آب رابطه، یه شعر داره به مایعات و آب و فلان، شرشور آب و شرب و نوشیدن و ابریشت نوشیدن، اشماخ ترکی. ببین زبان این شعه، میگه آ شرشور، آب آب شرشور داره، مثلا صدا آبش واقعا شعه میده؟ نه، یه چیزی تو ذهن شماست. حتی دیگه میری تو وارد نمیدونم واشر و شیلنگ و شیر و یعنی اصلا دنبال این یه چیزی که با آب گره میخوره صداش. یعنی اگه من بخوام واژه‌گزینی کنم، بخوام مثلا کلم بسازم، اگر مرتبط با آب بود، خوب از چیزی استفاده کنم که توش حرف شین باشه. یعنی ما سنس داریم، فارغ از اینکه به چه زبانی داریم زندگی میکنیم، کجا دنیا. خود دیگه یه جمعه ساکت، ببین اینو باید بگی دیگه. مثلا خب فکر کنم مثلا یه نفر بجه مثلا ساکت مثلا میگو خخ مثلا نمیدونم نمیخورون خیلی با یه چی دیگه است. خورد و خمیر و خاکی صدا خشخش برگزی، خورد شدن، له شدن یه چیز دیگه است. اینا بحثه. حالا حرف سینو گفتم، حرف این را مخفی بودن، اسرارآمیز، سیکرت. بعدیش بزرگی رو میرسونه، سیادت، مستر، نمیدونم اونا میگن بزرگ، اسود، سیاه. پیامبر سه جا عمامه مشکی به سر گذاشت، مهم نگاه سیده یعنی بزرگه. این که پیامبر اشاره شده میگه انا سین، من سینم. امام صادق علیه السلام و اما یاسین فاسم من اسماء النبی، اسمی از اسماء پیامبر. معناه یا ایها السامع،
ببینید اصلا گفت و شنود سمع، صدا یه چیزی که به این ربط داشته باشه سو داره. لوحی و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم. اصلا این وجه از قرآن ها بیان نشده. شما همین سوره ناس رو نگاه کنید، یه پیام مخفی رازآلود، حرف پیامه، همش بس با سین پس باید بازی کنید، با سه باید بازی کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. شو عمدن هوش استادانه این حرف سینو واجارایی میکنه، استفاده میکنه، شما حس وسوسه رو میگیری. یعنی حرفا در اینجا وسوسه میکنه ما رو. ای شنونده، امام صادق یاسین از اسامی پیامبر است، ای شنونده و سوگند به قرآن کریم، قطعا تو از زمره فرستادگان و رسولان هستی و بر راه راست قرار داری. امام صادق علیه السلام، یاسین اسم رسول الله و دلیل علیه، این که دلیل میخواید، قوله، قول خود خدا، انک لمن المرسلین، یه آیه بعدش اینه، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، یعنی ما داشتیم با تو حرف میزدیم به تو قبلش، تو از علی صراط مستقیم. صادقین علیهم السلام، این هم صادقین یعنی امام باقر، امام صادق، دو تا صادق اینطور میگن، عسکریه این شنیدید مثلا حسنین، بله، هازا محمدون، منظور از یاسین پیامبره. فی تسمیت بهی فمن بله وزن لهم فی یاسین یعنی التسمیت و هو اسم النبی، بله، که این اسم پیامبره، نامگذاری با هم برایشون اجازه داده شده است. برای چه کسی در مورد یاسین یعنی نامگذاری با او اجازه داده شده است و آن اسم پیامبر است. ان سلیمان ابن قیس العامری، میگه سلیمان ابن قیس العامری، سمعت علی، شنیدم که علی یقول، میگفت یقول رسول الله، یقول پیامبر، فرمود یاسین پیامبر، رسول الله یاسین، و نحن آله، مراد از آلش هم ماییم. امام رضا ریان ابن سلط میگه امام رضا در مرو در مجلس مأمون حاضر شد، در مجلس او جمعی از دانشمندان عراق و خراسان جمع بودند. مأمون رو به آنها کرد و گفت مرا از تفسیر این آیه از کلام خدای عزوجل، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، خبر دهید که مقصود از یاسین کیست. علما گفتند مقصود از آن پیامبر است و کسی در آن شک ندارد. امام رضا فرمود پس خدا به پیامبر و آل پیامبر فضلی داده که احدی به کنه آن نمیرسد مگر با عقلش، و این برای آن است که خداوند به کسی سلام نداده جز به پیامبران. سلام بر نوح در عالم، سلام، سلام علی ابراهیم، سلام، سلام قرآن و حضرت اشاره میفرمان، صافات 79، سلام بر ابراهیم صافات 109، سلام بر موسی و هارون صافات 120، و نفرمود سلام بر آل نوح و سلام بر آل موسی و سلام، اینا نفرمود، ولی فرمود سلام علی آل یاسین، یعنی آل پیامبر. اینجاست که یک سری نکات برای ما آشکار میشه. جلسات قبلی اشاره کردم، حالا من بحث یاسین رو میگذارم تون بخش از دعای ندبه که یبن یاسین و زاریات، خودش ببین یک علامه یه یبن یاسین یه دنیا حرفه، یک دنیا حرفه. خیلی بخشارم من عرض کردم، نمیخوام از مسیر شاخه بدیم، دنیا حرفه. تمام اسامی که در قرآن میاد دقت بفرمایید، خداوند گونه یونانی و لاتینش رو به رسمیت نشناخته، خوبه نداشته باشه، جز موارد معدود که عرض میکنم. مثلا ابلیس، ما میفهمونه این لفظ از کجا آمده و مال چه تاریخیه. حتی میگیم آقا موسی را نمیگه موشه، با اینکه اسم اون پیغمبر اونا بوده، باید همینجوری ذکر بشه. اما دقت بفرمایید،
موسس هم نمیگه که غربی ها میگن، انگلیسی ها میخوان بگن موسا، میگن موسس، جیسس، اونم نمیگه، اوس آخرش رو حذف میکنه، میگه موسا عیسا، اما الیاس رو میگه. چرا سوال بپرسیم دیگه، ببین چی رو میخواد اشاره کنه، در حالی که اسم این پیامبر چیه؟ ایلیا. حضرت الیاس که میگه اسم اصلی ایلیا، این در واقع غربی شده، اینه یونانی شده است، یونانی اوس میشه اسمون تنگی همه اسمو دیارش میدو سو، مثلا روسا اوف میذارن آخرشون، اروپای شرقی وی ایچ میذارن، و مثلا ما یا نسبیت ما ایه تو فارسی ها، اون هر کسی چیزی داره، اونا این شکلیه. شنیدید قبلا؟ چرا؟ چون اونجا که میخواد بگه سلام علی الیاسین، تو بطن یه حرف دیگه هم زده باشه، سلامون علی الیاس دیگه، چرا جمع میبندینو؟ چی میشد؟ خدا میفهمه سلامون علی الیاس چی میشد؟ بگید. کسی دیگه ما نمیخوام سلامش بدیم، مطلق فقط همون. ببین این که میگم اجازه این کتاب همینه، یعنی تو این بطن تو یه لایه همینه، یعنی باید همین، باید جور در بیاد. توی لایه پایین تر اینجا، یعنی شما با این سین قصه ها داره برای خودش. و داره دوتا حرف میزنه، سلام بر الیاس، سلام بر آل یاسین. حتی در قرائت های مختلفی هم که نقل شده، میدونید که چند تاش اینه، یعنی این آیه رو برخی اینطور قصد اصلا قرائت کردن. یک زمان اینو مطمئن نیستم 90% وقت گذاشتم، از 7 تا قرائت از قضا 5 تاش این بود. خب قرائت های 7 گانه که وجود داره که بازو یه هر کدوم دو حالت پیدا کنه، الان وقت مل بحثم نیست. یه بار یادمه اینو عرض کردم 90% سالها پیش بوده، الان به شک تبدیل شد تو ذهنم، برید تحقیق کنید. خب که حتی از 7 تا 5 تاش این بود، یعنی یک جوری میگه سلام بر، هم سلام بر الیاس به صورت خاص و مطلق و ویژه و درجه یک، هم سلام بر آل یاسین. پس یاسین یه شخصه، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یبن یاسین، پسر یاسق و یاسین، باید یکی باشی تو پسر یاسین باشی. تاها هم همینطوره، تاها هم اسمه، ولی اون عمری باقی اونجا عرض میکنه. پس این یاسین خیلی ویژه است. بعد یه میگه که یه نفر نمیدن خودش بپرسه آقا چرا میگن نمیدن مثلا این سوره قلب قرآن، اون یکی نمیدن عروس قرآنه، چرا باید ویژه باشه؟ قصتش هم میخونم، یه چند تا رسولی فرستادیم و تحویلشون نگرفتن و قبولشون نکردن، خب بریم حالا بهش جهنم، خدافظ، بای بای، موضوع اینه دیگه، بهش جهنم هم بپردازیم. این چه فرق داره با بقیه؟ چی کار داره میکنه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ این سوره اصلا مال مسلمونا و قوم پیامبره. حالا امروز فرصت نمیشه من راجبش حرف بزنم، میذارم اینو یادم بنوزه، اگه نگفتم بگم راجب خود سوره یاسین یه اشاراتی بکن. یاسین ویژه است. بعد در ادامه فهم وجعل لی وزیرا من اهلی، یه کسی رو وزیر قرار بده برای من، کسی که بار اینو بتونه وزیر از کن منشن چی بار اینو به دوش بکشه، من اهلی، هم این اهلی یعنی اهل باشه، از خود این جریان فکری باشه، چون اصل اینه تو قرآن، یکی هم که نزدیک باشه، خانواده هم باشه، اما اصل اونه. به پسر نوح میگه نهو لیس من اهلک، اون از اهل تو نیست. خب ژنتیک هم بچه حضرت نوح،
من اهلی اینجا ببین از سر اتفاق هارون برادر اوست، یعنی این برادر بودن مسئله ثانویه است، هم فکری اصله، یعنی هم اهلیت هم اینجا به تعبیر اهل بیت من از خانواده من باشه. قال النبی، پیامبر فرمود یا علی احفظ وصیتی، وصیت منو حفظ کن، ورع ذمامی ووف بعهدی وانجز عداتی، بدهیامو بده، این کارامو رسیدگی کن، وقض دینی وحی سنتی، سنتم رو احیا کن، ودعا الى ملتی لان الله تعالی اصطفانی و اختارنی و ذکرتو دعوت اخی موسا. اینجا پیامبر خوشم جای حضرت موسا، فقلتو اللهم اجعل لی وزیرن من اهلی، یارا من دارم میگم خدایا میشه یه وزیر از اهل من برام قرار بدی، کما جعلت هارون من موسا، همونطور که هارون رو برای موسی قرار دادی. میگه خداوند وحی کرد به من، فاوحى الله عز وجل الی ان علی وزیرک و ناصرک، یاریت میکنه، و الخلیفة من بعدک، ثم یا سپس یا علی انت من ائمه الهدى والاولادی منک، اولاد من از توه، تو اهل منی، وزیر منی، برادر منی، وصی منی. در ادامه حضرت موسی میگه هارون اخی، همین هارون داداشم، واجعل لی وزیرا من اهلی، هارون اخی. این که مسئولین محترم فک فامولاشون رو میارن سر کار، به همین آیه استناد میکنن. آره اینجوریه. هارون اخی میخوان ریا نشه که بگن خیلی انسانش ایشون به سیره انبیا عمل میکنه، چه فامیل هم عوض میکنه، فامیله، دامادم فامیله، در سیره هم هست، پیامبر دامادش رو بعد خودش گذاشتن. با جناعو ندیدم، عموما فش خورده در تاریخ، بدعته، بدعته، این جدید آوردن. حالا اینجاشو گوش کنید، حضرت موسی وقتی برمیگرده حضرت هارون رو میگیره، موهاش و ریشش رو میگیره میکشتن تو آقاش. اینجا یک بمیمد که قرآن اینجوری بخونید، بگو چرا گفت، چرا اصلا این کار کرد، چرا رفت سراغ هارون؟ هارون خطاکاره؟ می پیغمبر نیست؟ ببین همه باید سوال سوال سوال، بعد خود قرآن جوابتو میده. بری سراغ کسی که سر در میاره، وقت میگیره. ما همین چند وقت پیش استاد عزیز و بزرگوار آقای بهرامپور قدم رنجه فرموده بودن، مفسر قدیمی کشورم، از اکابر تفسیرن، تشریف آوردن دفترمون، کلی راجع به قرآن صحبت، من خیلی واسه افتخار بودم متوجه میشم مثلا سخنرانی من گوش میکنن. بری سراغ اساتید بگی آقا اینجا نظرتون چیه، نظر چیه، نظر چیه، نظر چیه، بپرسی، اول یه شخم بزنی تمام جمع، بعد تفکر کنی، تدبر کنی. قرآن هرمنوتیزم خودشو داره، همینجوری دریوری نمیشه نسبت داد، بریم روایت داری بابت این تفسیر قرآن به قرآنه، رو لغت کار کردی، چیه؟ اینجوری که نمیشه وهمیاتو بیاری سر کار، از دانش‌های دیگه استفاده بکنم، مثلا یه بحث تاریخی قرآن کرد ببینم چیه، یه بحث توزیع زیستی کرده، حشره شناسی، فقالت نملت، بریم تا تای وحدت، یعنی یه مورچه گفت یا نه این تا تای تأنیثه، یعنی رئیس مورچه‌ها که باشون حرف میزد مؤنث بود، ملکه داره حرف میزنه، یا نه تو امون جفتش. آقا میگه عنکبوت تخزت، میگه اونی که داشت تارو میبافت مؤنثه،
بریم ببینیم عنکبوت ماده مثلا تار میتنه، عنکبوت نر تار، یعنی علوم دیگه هم بهره ببری. این اجازه میکنه، یعنی یک کلمه حرف زده 60 لایه به 60 گونه شاخه و چی 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 داره همینجور جواب میده با همون کلمه ها، همون لغت داره جواب میده. انشاء درس کردم مگه نه تو درس کردم بیا الف لام جیم نمای من نمیشه که. حضرت موسی و هارون هم از پدر یکی هم از مادر، دقت بفهمید. وقتی برگشت، حالا بس اینجا سوالمی بود، چرا میگه موها و ریشش رو گرفت؟ چه اهمیتی داره؟ مدلی که گرفته بود خرکشش کرده داشت میخوردش چی بود؟ مثلا یقش رو اصلا گرفت. چون تعمیه ولا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، از اینجا میفهمیم که لحیه و رأس یعنی هم سر رو گرفت و هم ریشه رو. چرا؟ شما باید بدونید که کاهن ها در مصر باستان اینا آنخماو کلن برگاشون ریخته بود، چیز نداشتن. هارون رو نسبت کهانت بهش دادن بعدن. خدا اینجا داره یه پاکسازی انجام میده از اراجیفی که اونا گفته بودن. این آدم باید بفهمه. حالا در ادامه صحبت میکنیم که نسل هارون خیلی ویژه میشه در یهود. پسرای موسی نه ها، پسرای هارون. خودش یه شباهت دیگه، اصلی ترین شباهت، یه از اصلی ترین شباهت ها دیگه بهتر. خب اینجا فرمود که حضرت هارون وقت جواب نمیگه یبن ام، پسر مادرم، چرا اینطور میگه؟ حضرت موسی بهش میگه اخی، خود تام بگو اخی، ها درسته؟ چرا میگه پسر مادر؟ یبن ام، ای پسر مادر. یک نکته، در یهودیت نسب از مادر اینطور نمیگه. یه نکته فنی فقهی یهودو میگه و نژادیشونو میگه. دو، این جوری داره حرف میزنه که برای بطن بعدی هم جور در بیاد. ببینید پیامبر در مورد فاطمه بنت اسد چی میگه. محمد ابن فتال روضة الواعظین، بله صفحه 76، او پس از ابو طالب بهترین خلق خدا به لحاظ رفتار با من بود. گفت دو نفر روی کره زمین خادم من شدن تو رفتار. یعنی بعد از حضرت عبدالمطلب از حضرت ابو طالب بر عهده گرفت تربیت پیامبر. بچه بود پیامبر، سن و سالی نداشت، 8 سالش بود. حضرت ابو طالب آوردش خونه خودش و بزرگش کرد، پدر امیرالمومنین، که شخص بسیار بزرگواری، تا حدی که به ایشون نسبت پیامبری تبلیغی داده شده که پیامبر بوده، اون تو بر قوم خودش. و جالب، ناسبی و وهابی و به شدت نسبت بهشون کینه دارن. بهترین خلق خدا به لحاظ رفتار من بود و مادر دیگر من پس از آمنه بود. یعنی پیامبر به حضرت فاطمه بنت اسد میگفت مادر، امی بعد امی، مادرم پس از مادرم. ابو طالب نیکی میکرد و صاحب سفره بود و فاطمه ما را بر طعامی که گرد میآورد جمع میکرد و از هر غذایی که بود سهم مرا از دیگران بیشتر میداد. از بچه های خودش میخواست غذا بده، از بچه های خودش بیشتر به من غذا میداد. یعنی شأن پیامبر رو میدونستن. بچه 8 ساله را آوردی عطارو، همین خانواده خانواده کرامت بودن. گفتم عمران اسم حضرت ابو طالبه. اینجا ما دو تا آل عمران داریم، یعنی قرآن یه آل عمران میگه دو سه تا فصل باز میکنه. یه آل عمران یعنی آل یعنی موسی و هارون و ادامه. یه آل عمران یعنی حضرت مریم یعنی عیسی. یه آل عمران هم این آل عمران از نظر بنده اشارات داریم. ابن عبدالبر در الاستیعاب، بله جلد 4 صفحه 1891، میگه که پیامبر در پاسخ
به تلافی و قدردانی زحمات فاطمه بنت اسد او را اماه میخواند. مادر من میگه الزامی نداره مثلا وقتی بیاری که میگه ببین اینجا فنی چی گفته، میگه الزامی نداره وقتی نفر داری میگه برادر حتما از یه پدر باشید. همین در همین حد ببین توی ذهن شما این بمونه. و شما میدونید که باز اینم مالو بذار بخونم اونجا میگه مرحوم کلینی از امام جعفر صادق روایت کرد، میگه پس از تولد پیامبر فاطمه بنت اسد نزد همسرش ابو طالب آمد تا ولادت پیامبر را به او بشارت داد. ابو طالب گفت روزگاری صبر کن تو را به فرزندی مانند وی بشارت دهم. به این که میگه ابو طالب خبر داشته از به دنیا آمدن فرزندی مانند وی، مانند او بشارت دهم، جز آن که او پیامبر نیست. گفت خود اوه، فقط این که نبی نیست، پیامبر نیست. تو روایت دیگه باز نقل شده یه تو نیز وسی و یاور وی را به دنیا خواهی آورد. یه وقت اومد خبر داد گفت بدون که وسی او یار و یاورش و وزیرش، اون که بار این حکومت رو دوشش قرار میگیره، فوشش او میخوره، جنگش او میره، به خاطر این دین همه درد و یه ضربت او افضل من عبادت ثقلینه، زمین و زمان رو به هم میدوزه برای اینکه حرف خدا زمین نمونه، خدای عدالت روی زمین میشه، دلبری میکنه از گبر و مسلمون و مسیحی و یعنی هر کسی در مورد عدالتش حرف میزنه. مارکسیستا وقتی میخواستن حرف بزنن میگفتن علی، هر کی هر جا از عدالت میخواست حرف بزنه شیفته مرام او میشد، چون جایی بود که عدالت رو حضرت آورد روی زمین علل عرض نشون داد. میشه در اوج قدرت باشی پر ارزن از دهن مورچه نگیری. ببینید با فرزندانش چطور برخورد کرد، با برادرش عقیل چطور برخورد کرد، وقتی اومد آتش رو سمت دستش گرفت. نداشت داداش بازی نداریم ما تو دست دین. آقایینی که اونور هارون اخیر رو میبینن اینور این قصه اینورش هم ببینن. بله بعد وقتی دوران شیرخوارگی امیرالمومنین گذشت 3-4 ساله که شدن عکس این اتفاق افتاد، امیرالمومنین رو دادن به پیامبر. از 3-4 سالگی پیامبر بزرگشون کرد. حالا هارون اخی در ماجرایی که آیه نازل شد ونذر عشیرتک الاقربین، اولین دعوت پیامبر دعوت نزدیکان خودش بود دیگه، واخفض جناحک لمن اتبعک من المرسلین من المؤمنین، گفت ونذر انذار بده عشیره خودتو همین نزدیکان تو لایه یک و دو رو مثلا دیگه نرونم شوهر نوه عمه مثلا اینا فامیل قدیما اینا همه فامیلن. خب میگه نمیگم کل عشیرت، این نزدیکا رو 40 نفر دعوت کن. میگه و باشون مهربون باش، واخفض جناحک یعنی بالهاتو رو زمین بذار براشون. این تو امر تبلیغ مهربانی اینا همش نکته است. بعد میگه آقا چه جوری میشه یه نفر تبلیغ کنه مردم خوشم اینجوری بده این شکلی، همه قرآن یه دور بخونه میفهمی، آیا تبلیغش جدا کن میفهمی چیکار کن. فعن اسوکا، اگر اینا عصیان کردن نپذیرفتن تو رو، فقل انی بری ام ما تعملون، خیلی انی بری ام منکم نیست، انی بری ام ما تعملون، من از آنچی که شما انجام میدید بریم. بچه دی کار بدی میکنه نگو من از تو خوشم نمیاد، تو رو دیگه دوست ندارم، بگو از این کارت خوشم نمیاد، من ما تعمل این کاری که تو انجام دادی خوشم نمیاد، قطع نکن ارتباطات تو، من دیگه من کار تموم شد، تو اینجا یه چیزی گفتی نه، این صحبت امروز ماست، بحثایی پیش میاد بحثای سیاسی نمیدونم چی بالا پایین، یه مدتی ممکنه خانواده ها بین هم
میگه شما ارتباط بگیر، بگو این حرفت بد بود، این کارت بد بود. اونم احفظ جناحک، اونا تمسخر کردن، اونا اذیت کردن. بعد پیامبر همین کار انجام داد و اعلام کرد دعوتش، فرمود یوازرونی، وزیر من میشه، علی هذا الامر، علی ان یکون اخی و خلیفتی فیکم. نمیخواد یه کسی وزیر من باشه از تو شماها؟ اولین کسایی که باشه خلیفه من باشه، اخی برادر من میشه. پس اینجا اخی یعنی این، هارون اخی یعنی این، این اخ به معنی اون فکریست، بعد برادر ژنتیکی. میگه علی که از همه کوچکتر بود دستشو بلند کرد گفت پیامبر خدا من تو رو یاری میکنم. بچه سال بود، یعنی سن و سالی نداشته، اینه نوجوانی بوده. مثلا پیامبر هم جواب چی فرمود؟ مثلا فکر کن مثلا یه اینجا بگه کسی هست کمک کنه، بعد یه بچه مثلا چه بگیره که آقا میزو میخوام جابجا کنم، کسی هست مثلا 40 نفر آدم اینجا نشستن، همه هم بزرگ سالا رو دعوت کرده. پیامبر مثلا یه بچه با باباش هم اومده، آقا من بیام کمک کنم مثلا اینطور. بعد پیامبر خیلی جدی، ان هذا اخی برادرم و وصی و خلیفتی فیکم، در بین شما من گذاشتم، فاسمعوا له، بعد به حرفش گوش بدید. این فاسمعوا یعنی بلا فاصله، پس حتما باید به حرفش گوش بدید اینطوری. و عطیو، ازش هم باید اطاعت کنید. سه مرتبه این کارو کرد، سه مرتبه پیام. اونا هیچی نمیگفتن، امیرالمومنین سه مرتبه تکرار فرمود، هر سه بار همین جمله رو فرمود. میگه جمعیت بلند شدن، میخندیدن، ابولهب و ابو جهل اینا همه دعوتن. مثلا میگه به ابو طالب میگفتن محمد امر کرد از پسرت اطاعت کنی. تو عرب میدونی یعنی چی؟ تو بچه حرفش نمیده و به او و به حرف او گوش فرادهی، در حالی که از همه کوچکتر است. طبری جالبه، با این که در تاریخش این حدیث رو نقل، همه اجماع دارن یعنی که این هست، این بوده، خب درست نقل کرده، ولی تو ببین تو تاریخش درست نقل کرده، تو تفسیرش دست ها کارگران مشغول کارن. شروع شد اینجا میگه، میگه پس کدام شماست که یوازرونی وزیر من بشی، علی هذا الامر ان یکون اخی و کذا و کذا. چون بعدش تا اخی رو نمیپذیرن، بعدش چی بود؟ و خلیفتی وصی ایناست و کذا بقیش این چیزا دیگه چیز میز. ثم قال ان هذا اخی و کذا فسم او وتیه، کلمه وصی و خلیفتی رو حذف کرد و به جای کذا کذا گذاشت. ولی توجه نداشته بنده خدا کارگر داشته تعریف میفرموده که کلمه فسم او وتیه داره میگه، یعنی از اطاعت میاد، یعنی یه چیزی بوده اون کذا کذا، میفهمی چی بوده. همین متن اصلیش هم دارن ها، میخوام بگم چجوری شروع شد تحریف اینجوری. ابن کثیر هم در بدای و نهایه همین کار کرد، شروع نمید کذا و کذا. مثلا تو نسخه های قدیمی صحیح بخاری میگه فقال فلان، اسم خلیفه رو میبره، گفت این قلم کاغذ رو بدید من پاره کرد. گفت این مرد داره حزیون میگه لازمه چیزی بنویسه. تو نسخه های جمعه فقال فلان اسم چی شده؟ فلان. این فلان ها زیاد خیلی کارای کثیف تری کردن. مثلا مقام تو برای من مثل هارون برای موسی، و برخیشون هارون رو کردن قارون. آقا مگه نمیگه به همه صحابه احترام بذاری؟ چرا به این یکی میرسه مرضتون میگیره؟ ها نه خدا وکیلی دیگه بسید، برای چی یه تیگه تعریف میکنی مثلا؟ ها ببین اصلا امیرالمومنین میدین که از مشکلات یه داشت، استغفرالله، یعنی چی؟ این که خیلی خوب بود، اصلا بقیه کنش دیده نمیشه. برای اینکه بذاری چهار نفر اون بغل دیده بشن باید کلن کتمان کنی، هیچی نگی، مثلا خیلی در مورد جنگ بحث نکنی، در مورد شجاعتش بحث نکنی، در مورد چی بحث نکنی، هر چی حرف بزنی تاپ اون بالا نفر اول، علم نفر اول، شجاعت نفر اول، نسب نفر اول، حسب نفر اول، قضاوت نفر اول. خب چی بگی؟
چی میشه؟ برای همین سری دنبال تحقیر بودن، دنبال تخریب بودن. خدا با درخواستش موافقت کرد، گفت قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، سؤل خواستتو بهت دادیم. در مورد سؤل و امنیه جدا مفصل صحبت کردیم دیگه، اینجا باز نمی کنم، فقط کوتاه بگم سؤل اون خواسته اصلی شماست. برای چی زندگی؟ میگه میخوام دکتر شم، میخوام نمیدونم فلان شم، بهمان شم، اینا رو میگه. خب میگه خب این دکتر شدن برای چی میخوای؟ اون سؤلشون، سؤلتون تو زندگی چیه؟ 99% مردم سؤل ندارن، برام زیگزالی حرکت میکنن، اصلا نمیفهمم چیکار دارم میکنم. یه روز اینور یه صدای بلند میشه میرن این طرفی، یه روز صدای اینور میاد، خیلی بده این زندگی، زندگی متاسفانه خوبی نیست، زندگی خوبی نیست. میگه من میدونم چرا میگی گره از زبونم باز کن، من میدونم چرا میگی هارو، همه اینا برای اینکه بتونی درست تبلیغ کنی، خوب تبلیغ کنی، فهمیدم. نمیفهمم میگه خواستتو دادم، یعنی همه اینا برای یه چیزه، من اونو میفهمم موسی. و لقد مننا عليك مره اخرى، ما دوباره بر تو منت گذاشتیم. خب اینجا این سؤال پیامبر، همه اونا دیدی چقدر کار، همه جمع شد در یک نفر، گو همین علی برات بس. چون بحث ابجدی تفسیری که گفتم یک سرفصل اشاره داریم در روایت، مثلا امام باقر ابجد حروف و محاسبه فرمودن، سال سقوط بنی امیه رو حساب کردن. روایت یک بخشی داریم که اینا این کار نه، هر کسی نیست تا بری افرده بشینه خب پس این ابجدش این شد، یعنی این نه، اینطور نیست دا. این روایت داری نمیدونم نکته داره، اینجوری نیست فرد. ببین من تأکید میکنم فردا کسی نگی به پیامبر فرمود وحجر هم حجرن جمیلا، عذیتش میکنم به من، با اینا قهر کن قهر خوب، گفتیم اینو براتون، قهر خوب، مثلا این قهر 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 تو روز قیامت نه، بچه ها اینجوری قهر میکنن نه، یعنی میبینید هم دیگه راست میشه سلام هم بهش بکنی، مثلا جاهل دیگه به ظاهر خواست سلام هم سلام داداش سلام بریش مثلا بیه مهم نی، اینقدر جلز بزن جلز نزن، این نمیدونی شما چی گفت به من، جهنم حالاییه درازگوش یه گوشه یه چیزی گفت دور از جون درازگوش، ریل کنه اصلا توجه نداره، کارا خودتو برو برو ریلت حرکت کن برو جلو، بخوای به سر صدا اینو بخوای توجه کن از راه باز میمونی. وحجر هم حجرن جمیلا، یه صبر قشنگ، یه قهر قشنگ، هجر هجران دوری، هجرت یعنی جداش فاصله بگیر ازشون، هجران جمیل، اون جمیلش اینه لا اله الا هو، خدای جز خدای یکتا نیست، محل توجه با فتخذه وکیلا، همونو پس وکیل خودت قرار بده. یه جا میرم اون فهمت انا لا اله الا هو، معنی لا اله الا هو یعنی توحید منم، نه که انا الله، انا من همین لا اله الا هو، ابجد لا اله الا هو میشه 110. خب حالا این آیه رو یه جور دیگه بخونیم، وحجر هم حجرا جمیلا لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، فاتخذه او رو معجزه است دیگه، یه علی برات بس، برش کن میگن اینا در جنگ در میرن، یه روز قهر دارن، یه روز آشتی دارن، یه روز گوش میکنن، یه روز گوش نمیکنن، یه روز سردیشون میکنه، یه روز گرمش، اینقدر از این بهانه ها میوردن. حضرت موسی رو همجوری بیچاره کردن، بهانه های بنی اسرائیل معروفه دیگه، میوه براشون میوردن، خوراکی میوردن، پوست کندن نخواد، یه میوه باشه هسته نداشته باشه، بهانه بهانه پشت سر بهانه، میگم دیگه اصلا زر و مثل بین ما ایرانی ها، بهانه های بنی اسرائیلی نه ایران. میگه قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. خب این نکته هم بگم برای امروز بسه. هارون و اینجا میگه ولقد مننا علیه، منت سرت گذاشتیم اینا رو بهت دادیم. هارون در غیاب موسی جانشین او شد، بنابراین تمام مناسب حضرت موسی برای برادرش هم بوده،
یعنی همون لحظه هر گفت آقا تو اشاره رو نگاه کن، میگه دست هارون رو گرفت وقتی میخواست بره به غیبت، بره به میقات، اون 30 شب میخواست بره، دست هارون رو گرفت آورد بالا، نشونشون داد، گفت هارون اخلف فی قومی، خلیفه منی تو قومم، حتی لفظ خلیفه رو استفاده شد تو قرآن، فی قومی وصله، اصلاح کن، ولا تتبع سبیل المفسدین، حق نداری حرف مفسدین رو گوش کن. اینجا باید مثلا 10 دقیقه هیچ نگم که این نه تو ذهنتون بره مطلب بعدی رو بگم، من 10 دقیقه هیچ نگفتم. وقتی سر شورای 6 نفر اومدن سراغ امیرالمومنین گفتند که خب ما به این شرط، عبدالرحمن بن عوف گفت من با تو بیعت میکنم که 1 قرآن سنت پیامبر و عمل به سیره قبلی ها. امیرالمومنین فرمود که قرآن قبول، سیره پیامبرم قبول، قبلی ها نه. چرا؟ اجازه نداره. بعد این آیه رو میخونه حضرت، یعنی گفته قشنگ دیگه. بعد اصرار کردن گفتن ببین میریم به اون یکی رای میدیم، ما رای بدید، میریم دنبال حکومت به هر قیمتی، من اجازه ندارم، به من دستور داده شده وصله و تأکید که لا تتبع سبیل المفسدین، افساد صورت گرفته نه اصلاح قبل. و اگر حضرت هارون بعد از موسی زنده می بود جانشینش می شد. منتها حضرت هارون زودتر از حضرت موسی از دنیا رفت. حتی جالبه تو روایت پیامبر همین تفاوت هم ذکر شده، که اونم جلسه بعد انشالله خدمتون عرض میکنم. یعنی قرآن داره یه موسی و هارون میگه، تو یا موسی و هارون بشنوی. ببین میگه آی یهودیا باباتون در میارم. چرا؟ یه بچه مثل اولاق این توراتو گذاشته بود رو دوشت با خودت میبردی زیر بغلت این ور اون ور، اما بهش عمل نمیکردی، تو میشه فقط حمال، داری بار میبری. مثل الذین حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار، مثل الاغ. چه فرقی میکنه مثلا الاغ؟ چه فرقی میکنه بارش الان طلا پهنه؟ هیچ، وزنش مهمه. مثلا نماده ها، ببین چه قشنگ این مثالو میزنه، نماده خرر بار میذاشتن میرفت تو گلم گیر میکرد، مثلا تکون بخوره همینجوری چهارچختیست قفل تکون بخوره. خب الان در مورد مسلمان ها خودشی داره میفرماد، مثل الذین حملوا القرآن ولم يحملوها كمثل الحمار برهم ازل. اینم اضافه تر انگار داره. چرا؟ میگه برای بنی اسرائیل عبرتی نبود، خودشون اولین بودن، اولین قومی بود که بهشون دستور تمدنی داده شد، شروع کنید دولت سازی بهشون داده شد، خراب کردن. آی مسلمان، قصه خراب کردن اونا، فوشایی که به اونا دادم، کارهای بدی که کردن، همه رو برای تو تعریف میکنم. اگر این خراب کنی کنی اینو باید چیکارش کرد؟ بدتر از اون، خیلی بدتر از اون. فلذا اگر اونجا میفهمه و لعناهم، لعنت بر اونا، یعنی لعنت بر اینا، یعنی لعنت بر شما اگر پیامبر رو برفش گوش ندید. به قتل الانبیا پیامبر کشتن، پیامبر نیومد بعد از رسول الله، میومد همون را هم میکشتید، کمان که به سفارش شده ها را کشتید به بدترین شکل ممکن. این میشه زیارت ها شروع، از اول تا آخرش لعنه بیناس. اینه دیگه، قاتل هم الله، خدا نفرین، خدا بکشدشون، خدا بکشدتون، یه بلکه بدتر هم آخر همش بذارید. خب چطور میشه یک نفر در قرآن ملعون باشه و یک تا پرستم باشه بالا هست؟ یهود کجا میری؟ قرآن نمیخونی؟
مگه میشه مثلا صحابه پیامبر چجور پیامبری بوده نتونسته 4 نفر رو تبلیغ بکنه؟ شما دارید با این حرفتون به پیامبر توهین میکنه. به من چه؟ خدا داره به موسی توهین میکنه، میگه 30 روز شد 40 روز دیگه اومده گوسال علم کردن. به ما که میرسه نمیشه، به حضرت موسی میشه. چی قصه چیه؟ 130-140 بار اسم موسی میبره که تو درس بگیری. میگه گفت برادرم جانشین نپذیرفتید، رفتید سراغ یک کسی که خودتون دوست داشتید، حمله کردید به خیمهش، میخواستید بکشید. ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. اینجا حضرت هارون به موسی جواب میده تو قرآن، میگه اینا منو استضعاف به زور خار و خفیفم کردن و نزدیک بود من را بکشند. و کلی اشارات دیگه. حالا جلسات عمری باقی بود خدمتتون عرض می‌کنم. یعنی وقتی اینجا یه لفظ میگه برادرشو اخی رد عمه وزیرا قرار داره، یعنی یک دنیا باید تو ذهن وقتی دیگه از من داری دو ندبه میخونی به اینجا رسیدی، یا یه دنیا حرف بیا تو ذهنت بره. شدنی؟ آره. همین الان میگه حسین، همین یه کلمه کافی. تمام روزا اربعین همه چیه جا اون بار معنیش میدونه دلت. هدف از این شرح و تفسیر اینه دیگه، یعنی که از این وقت شما مثلا این هارون بشنوی، موسی برادر بشنوی، با اون کسی که تو خیابونه دیگه فرق داری. تمام اینا در کسری استانی تو قلبت مرور میشه، سنس پیدا میکنی، حس پیدا میکنی نسبت به این مسئله. یعنی تا فرموده هرچی گفتم اشارات قرآنی بود و سعیم من بر اینه وقتی میخوام یه روایتی بیارم باور کنید یک جایی با خودم میگم خدای نکنه من دارم دوچار اشتباه میشم از این حیث، جای دیگه میرم جبرانش میکنم. حالا میگم چی؟ چون عموما دیدید بنده روایت میارم از کجا میارم؟ برای چی؟ برای اینکه حجت رو تمام کن. میگم خب این یخ باعث نشه من کلام اهل بیتو کم گفته باشم، برای همین اونو مثلا تو شهر جنود عقل و جه کلا یه موضوع دیگه میذارم که کلی راجع به اونها روایت بخونم. من خودم سانسور کننده کلام اهل بیت نباشم یک وقت. یعنی بنده خدایی که اولین بار دیگه به جای علیه السلام نوشت عین، به جای سلام الله علیه نوشت سین، خب نمیشه الان نگاه نکنم تایپ میکنیم. اونا من قلم و جوهر و خیلی سخت بود. افتا خلاصه کنیم، یعنی اواخر عمرش دستش فلج شد. یعنی مجرا اهل بیت خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید. و خدای نکرده من بعضا مثلا نشستم مثلا روزه خون داره، یه روزه میخونه و یه چیزی مثلا یه بخشش هست مثلا من میدونم این مثلا سندیتی نداره، ضعیف. من وقت تموشه مثلا به خودشون میگم این طوریه ها. اگر به اعتبار همین هم میبینی که مثلا علما سیرهشون این بوده که اگر یه بحث جدی نبوده به اعتقادات ضربه بزنه و اینها، میگفتن حالا زبان حاله، خیلی مخالفت به اون شکل نمی. اما اگه مثلا یه حرفی مثلا، بله من واقعا بعضی موقع حتی همینا رو میخوام، میگم یا وسواسی دارم میگم خب فلش کن دیگه، مثلا باید بگم واقعا. مثلا مثل سر به محمل کوبیدن از زینب، من تحقیق کردم روش صحت نداره. نمیگم از زینب مثلا در خفا توی چادر مثلا شاید عنان از دست داده سر و کله خودشون اهل حرم زدن، اینکه اما اینکه جوری چش مردم یه جوری سر به محمل کوبید و چون خون ریخت و نمیدونم فلان و همه دیدن، و با کدوم محمل؟ شطورا که اصلا محمل نداشت. حدیث مرسله نمیدونم چیه، بعد اینم مبنا قرار دادن برای یه کار دیگه. یا شب شیشه محرم اینو شروع کنن سوت و کفت، تا سوت که نه کفت دست، شب شیشه محرم چی شده؟ عروسی قاسم بابا خیلی نه این ناکام موند. الان اون دنیا قاسم ابن حسن تو اعلا علیین، الان تو بهشت مثلا بهشت الوال برزخی هنو مثلا نشسته تو بالاترین جای ممکن، و آخ اون عروسی رو نگرفتیم ما، زمین چه کنیم چه کنیم با این داغ عظیم؟ آخ خجالت بکشید.
یک خواستگاری بوده که او حسن مصناست، تو مکه خواستگاری کرد، فاطمه بنت حسین رو حضرت هم قبول کرد. یعنی دو تا پسر هم حسن اشتباه کردن، احتمال بنده اینه. مثلا قاسم سنش نمیرسه به 13 سالش بوده، 13-14 سال، یا میدون میخواست بره، هنوز رشد جسمش کامل نشده بودیم، زمین کشیده میشد و نمی نشنیدید. خب اینه چرا نکته بگم این مبنا قرار میگیره برای یه کار دیگه ای. من بودم مثلا یک جایی همجوری گفتم روزه موسا بریم بشینیم، ماسکو زدیم، حالا شما کرونا ماسک میزنیم یه عمر داریم میزنیم، گوشه نشستیم دیدیم آقا همینجوری سر دارن چیز میارن، گفت خونجه عقده مجموع یا عبالفز اینجا چیه، گل بپاش، دست بزن، کل بکش. خب شب ششم بگیریم عروسیه رو، چه اتفاقه؟ سه روز آب بستن اونجا، یک وضع وحشتناک اونجا، تو این روی عروسی هم باید بگیریم. اینجا دوتا جوان به خاطر ممکن مسئله مالی میان ولش کنم، بی سر صدا بریم سر خونه زندگیمون بعد 1400 سال، نه جنگی نه فلانی نه. حالا مراقب باشیم. اللهم عجل لولیک الفرج و لعافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده تعجیل الفرج و موزمان صلوات نبفرد.